مشخص اخبار. افت بازار سهام اروپا در پی نگرانی بانک مرکزی. مشکلات تورمی بانک‌های مرکزی کانادا و لهستان. افت بازار سهام آلومینیوم در بالاترین قیمت 13 سال گذشته و بازگشت رمز ارزها از ریزش قیمتی. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما می‌رسانم. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز. امروز چهارشنبه 8 سپتامبر 2021 برابر با 17 شهریور ماه 1400 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار: نگرانی بانک مرکزی به بازارهای اروپا هم سرایت کرده است. سهام اروپا پس از هشدار تازه مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا ممکن است برنامه کاهش تسهیلات کمی خود را در جلسه شورای خود در روز پنجشنبه کاهش دهد، سقوط کرد. رابرت هولتمن رئیس بانک مرکزی اتریش در مقاله اظهار داشت که این بانک به دلیل ارقام رشد بهتر از حد انتظار میتواند خرید اوراق قرضه را سریعتر از آنچه بازار انتظار دارد کاهش دهد، در حالی که او به یک فرد تندرو مشهور است که در گذشته بیشتر در اقلیت بوده. نظرات هولتمن با تجدید نظر سعودی در تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماه دوم ابتدای این هفته همراه شد. تحلیلگران خاطر نشان می کنند که کاهش در خرید دارایی های ماهانه یه بانک مرکزی اروپا ممکن است آنها را به وضعیت اولیه خود بازگرداند، زیرا بانک آنها را افزایش داده تا جلوی افزایش بازده اوراق قرضه در اوایل سال را بگیرد. یورو 0.3% در برابر دلار افت کرد و به 1.1805 دلار رسید، در حالی که شاخص ساکس 600 نیز 1% کاهش یافت. در بازار سهام اروپایی شاخص فوتسی 0.6% افت کرد و شاخص داکس آلمان 1.4% کاهش داشت. بانک‌های مرکزی کانادا و لهستان با معضل تورمی روبرو هستند. سایر بانک‌های مرکزی نیز تصمیماتی دارند که اواخر سه‌شنبه اتخاذ کنند. بانک مرکزی کانادا از قصد خود برای ادامه سیاست‌ها در جلسه اعضای خود پرده برداشت و اعلام کرد که نرخ‌ها و سرعت کاهش خرید اوراق بدون تغییر خواهند ماند، زیرا گسترش نوع کرونا در ایالات متحده به کندی اقتصاد در دو طرف مرز منتهی می‌شود. در همین حال بانک ملی لهستان تحت فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره قرار دارد، زیرا تورم در ماه آگوست به بالاترین سطح در 9 سال گذشته رسیده است. همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی روسیه در جلسه روز جمعه نرخ اصلی خود را افزایش دهد و داده‌های تورم ماه آگوست تأثیر زیادی بر تفکر آنها خواهد داشت. افت بازار سهام، انتشار نظرسنجی جولز همزمان با افزایش نگرانی های طولانی مدت در مورد کند شدن اقتصاد به دلیل آخرین موج همه‌گیری کرونا، بازار سهام ایالات متحده افت کرد. در بازار امروز داو جونز و اس‌اند‌پی 500 0.5% و شاخص نزدک نیز 0.9% افت کردند. اما در بازار ارزها امروز دلار کانادا ضعیف‌ترین و دلار امریکا قوی‌ترین ارزهای روز بودند. داده های اصلی اقتصادی روز نظرسنجی مشاغل جولز بود که 10.9 میلیون در مقابل انتظارات 10 میلیونی گزارش شد. داده های مشاغل همچنان نشان می دهد که بازار کار در پر کردن موقعیت های باز مشکل دارد و فرصت های شغلی در سطح بی سابقه ای قرار دارد. سهام مورد توجه امروز شامل سازنده خودروهای الکتریکی چینی نیو و اپراتور سایت دوستیابی بامبل است که هر دو اواخر سه‌شنبه پیشنهاد سهام ثانویه را اعلام کردند. پیپال نیز پس از توافق با خرید پلتفرم پیدی به قیمت 2.7 میلیارد دلار در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. قیمت آلومینیوم در بالاترین حد 13 سال گذشته، رشد قیمت فولاد و نیروگاه ها. قیمت کالاها همچنان تحت فشارهای شدید تورمی است، به طوری که معاملات آتی آلومینیوم به بالاترین حد خود در 13 سال
گذشته رسیده و قیمت کویل فولادی نبرد گرم در ایالات متحده نزدیک به 2000 دلار در هر تن است. هر دو با تلاش چین برای کاهش آلودگی از طریق محدود کردن تولید داخلی تحت فشار بیشتر قرار می گیرند. در اروپا قیمت عمده فروشی برق بریتانیا به دلیل عدم تولید باد و کمبود گاز طبیعی به بیش از 300 یورو در مگاوات ساعت افزایش یافته است و واحدهای زغال سنگ باقی مانده در کشور را مجبور به افزایش تولید کرده است. قیمت نفت نیز بالاتر رفته است زیرا مجموعه تولید و پالایش خلیج مکزیک هنوز در تلاش برای بازگرداندن تولید هستند. در بازار امروز نفت خام امریکا با 1.1% افزایش به 69 دلار و 9 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت برنت با 0.9% افزایش به 72 دلار و 28 سنت در بشکه رسید. مؤسسه نفت امریکا اطلاعات موجودی خود را در ادامه منتشر می کند. بیت کوین و دشواری برای بازگشت بعد از ریزش ناشی از اقدامات السالوادور. بیت کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال پس از کاهش شدید روز سه‌شنبه بخشی از ضرر خود را بازیابی کردند، در حالی که وضعیت جدید بیت کوین در السالوادور نتوانست تقاضای دائمی برای آن ایجاد کند. در بازار امروز بیت کوین با کاهش 0.2% به 45800 دلار رسید. اتریوم نیز 1.1% و کاردانو 6% کاهش یافتند. دولت السالوادور به دلیل مشکلات فنی مجبور شد ثبت نام برنامه کیف پول چیبو خود را متوقف کند. این مشکل بی‌اعتمادی را در بین شهروندان تشدید کرد. رئیس جمهور نایب بوکل که در نتیجه تلاش‌های او برای تقویت قدرت خود پس از دوره 6 ساله محبوبیتش کاهش یافته از طریق توییتر گفت که دولت 150 بیت کوین دیگر خریداری کرده است. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را با آدرس @proswissnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، برخونده و پیروز باشید.